عکس گرفته که از عربستان سعودی کنونی تا یمن تا عمان تا ایران اینا همه تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان، برو تا جنوب سیبری، اسرائیل، نامه ترکیه، اینا همه زیر خطه امپراتوری ایلامیان ایرانیان بوده. سند شد نشون دادم. حالا این سند هم هست که اینجا شما میبینید که این در کتاب عهد عتیق اومده هزاران سال قبل از اسلام. هزاران سال چی میگه؟ میگه سخن الله، الله هم یادتون نره خدا اینا نیست، این بت عرباست، بت بزرگه. درباره ایلام یعنی ایران از زبان ارمیا، الله لشکرها، الله لشکرها، الله لشکرها میگوید، یعنی فرمانده جنگی عرب علیه ایران، من کمان ایلام یعنی ایران رو که مایه قدرت ایشان است خواهم شکست. چهار باد از چهار گوشه آسمان بر ایلام یعنی ایران خواهم وزانید و ایشان رو به سوی هر یک از این بادها آنچنان پراکنده خواهم کرد که اینها به سوی همه اقوام جهان فرار کنند. همونطور که من الان فرار کردم، تو فرار کردی، افغان داره فرار میکنه، عراقی، سوری، همه ایرانی بودن، عرب فقط توش به جزیره عربی بوده، فرار کنند. من ایلامیان یعنی ایرانیان رو به وحشت میاندازم و خشم آتشین خود را بر ایشان خواهم آورد، شمشیرها اسپه آنها خواهم فرستاد تا تمامی آنها را نابود کنم. ببین همه را باید نابود کن، کسی نابود کنه، بدبخت نابودت میکنم، پاشو 10 میلیون کشته بده، خود از دست یاکولا نجات بده، از دست تازیان، سادات و غیر سادات نجات بده، نابود کنم. تخت خود را در ایلام یعنی ایران برپا خواهم کرد و همه شاهان و قدرتمندانشان را نابود خواهم کرد. این سند در کتاب عهد عتیق ارمیا اومده هزاران سال قبل اسلام، هزاران سال قبل اسلام، بدبخت. حالا اسلام که میاد، قرآن، الله، باز بت بزرگ، باز محمد، جد بزرگش هاشم، هاشم توسط روم در جنگی که بین بنی امیه بوده، امیه بوده که بعدش بنو و هاشم رومی ها از او پشتی میکنن، مثلا میادن که عرب ها پشتی میکنن، فرانسوافیون حذفش میکنن، امیه را حذفش میکنن، اون موقع روما هاشم رو میذارن رهبر عربای مکه، چون حاکمیت ایران هم هست، او میذارن اونجا. بعد اون نمیتونه موفق بشه، میاد میشه تا محمد، محمد اسلامی که میافه اینه. آخه به قرآن، به این آیهش چه ربطی داره که نابودی ما ایرانی ها رو بخواد؟ آخه ایران رو اگه پیروز شده بر روم و نابود کرده روم رو، چرا الله ناراحت میشه؟ به تو چه که دو ناراحت میشه؟ خب یک تو سازمانده یه برنامه است دیگه، یه کلک دیگه، پور خوابوندن دیگه. حالا این چی میگه؟ سوره روم آیه 1 تا 5، قرآن دارین واکنین، سوره روم آیه 1 تا 5، ایرانیان در نزدیکترین سرزمین بر رومیان پیروز شدن. میدونید که روم همسایه بوده با همین عربا و ایران اینا، اما رومیان، عربی هاشو نمیخورم بگیر، معنی هر جا ببینه همین معنیش، اما رومیان پس از چند سال از شکستشان بر ایرانیان پیروز خواهند شد. آقا به تو چه؟ تو تو شبه جزیره عربی مکه اینا نشستی، به تو چه ربطی داری که ما پیروز شدیم بر روم، بعد چند وقتی که شکست میخوریم، اصلا به تو چه؟ بعد این ابلهان، احمقا، این قیبگوی رو دیدی که قیبگوی چیه؟ سپاس با برهنها درست میکنن، مثلا که طالبان درست کردن اونجا به قلم ما قدرت داده، همین طالبان حمله میکنه، سرویس میکنه ایرانه، نورم تو خیامونت پیدا نمیشه. این طالبان اونجا که پاکستانی عرب هن همشون، هیچ کنونشون افغانی نیستن، شناسنامه افغانی هم ندارن، همینه که الان رهبری میکنن، همین ها تا چند وقت دیگه مثل همین جریان حمله میکنن، بعد میگن علم غیب بودی. که علم غیب یعنی چی؟ آماده سازی کردن، سپاهی رو ساختن با پول خدیجه، فایزه رفسنجانی هم گفت، گفت محمد پولاش علکی خرج کرد، پول خدیجه رو قدره بگن. الله پاسخور هست، یعنی خودش میگه تو مطلب ساق قبلی میگه الله به عنوان جنرال ارتش ازش یاد کرد، فرمانده سپاه یاد کرد، میگه الله پاسخور است و برای آینده تصمیم میگیرد. برای آینده تصمیم میگن دیگه، این حکومت جهانی بدبخت مال الان نیست که، قدیم بوده.
باورمندان در آن روز از یاری الله شاد خواهند شد. این تو قرآنه. بعد میگه آقا غیب داشته، علم غیب باشه عزیزان من، سر عقل بیاییم، سر شعور بیاییم، پاشیم یه کاری بکنیم، اگه دیگر به جنبیم میهن و همه چیز ما رفته. درود دارم به برادر مهربانم دبیر کل این تلویزیون آقای مهندس امیر شجری عزیز. قربان، درود بابوس عمر، همه شما رو به یزدان بزرگ میسپارم. شاد و خوش و پیروز باشید. خدا نگهدار. سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن، تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدن‌های دیگر بنازند. اما چرا تاریخ قارت و تفاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید. مژده به مهربان یاران گرامی، انجام آیین عروسی و خویشاوندی به سبک آریایی توسط استاد سیاوش اوستا با اسناد زیبا و پارسی ایران باستان در سراسر جهان از طریق اسکایپ به رایگان. دفترهای زیبا و نفیس پیوند خویشاوندی و عروسی به سبک آریایی به زبانهای پارسی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی و تازی، از هر دین و مذهب و آیینی که هستید و در هر کجای جهان که هستید به سبک آریایی و با دفترچه‌ها و اسناد پرشکوه و تاریخی و توسط سیاوش اوستا عروسی کنید. خطبه عقل به زبان تازی، توهین به زن ایرانی. عقد آریایی که همان پیوند خویشاوندی به سبک آریایی، طی 30 سالی که از این ابتکار زیبا و تاریخی و پر افتخار می‌گذرد، صدها هزار ایرانی و غیر ایرانی از این شیفه سرافرازانه استفاده کرده و می‌کنند و شخص استاد سیاوش اوستا با سفر به هر گوشه جهان و با حضور شخصیت‌های برجسته‌ای چون شهبانو فرح پهلوی، افتخار ایران آریایی، شاپور غلامرضا پهلوی و پرنسس منیژه و یا پادشاه موناکو پرنس آلبرت و نیز آقای روجر مور، هنرپیشه مشهور جهانی، صدها عقد آریایی انجام داده است و این شیوه توسط ده‌ها محضر در داخل میهن دنبال شدند. پیوند زناشویی به سبک آریایی، آستاشت زن و تاریخ و تمدن کهنسال ایران است. مهربان یاران گرامی، برنامه های سیاوش اوستا به زبان های پارسی و فرانسوی و تازی در آرشیو یوتیوب ببینید. youtube.com/mehrtv